دید معماریان روزنامه نگار از دیترویت خوش آمدید آقای معماریان رئیسی با وجود اعتراض های گسترده در کشور فردا راهی آمریکا میشه مخالفان جمهوری اسلامی معترضان به حضور او چه برنامه‌ای دارن همزمان با حضور رئیسی در نیویورک قطعا مخالفان آقای رئیسی مخالفان جمهوری اسلامی در جلوی سازمان ملل زمانی که آقای رئیسی سخنرانی در روز فکر می‌کنم چهارشنبه باشه تجمع خواهند کرد یک محلی هست در جلوی سازمان ملل که اختصاص داره به اینکه کسانی که, کسان که می‌خوان اعتراض بکنن به هر اونجا گرد هم جمع میشن قطعا یک مسئله هستش که اتفاق خواهد افتاد به علاوه اینکه مثل سالهای گذشته من حس می‌زنم که در واقع که افرادی که در نیویورک هستن و دنبال ایران و معترض هستند و مخالف حضور آقای رئیسی هستند در نیویورک هم در شهر خواهند موند و در واقع در جلوی هتلی که آقای رئیسی حضور خواهد داشتن تلاش خواهند کرد که تجمع بکنند و به هر حال یک جوری محل از یعنی در واقع اون مسیری که از سازمان ملل میره به سمت هتل ایشون رو برای ایشون و تیم دیپلماتیک ایران ناامن بکنن در ته سال‌های گذشته ما می‌دیدیم که مثلا وقتی آقای احمدی نژاد اینجا بودش وقتی که دیپلمات‌ها می‌خواستن مثلا چون هتل خیلی نزدیک است به سازمان ملل برن به سمت سازمان پیاده به سمت هتل به حال شهرمندان اونها رو به حال ازشون سوال میکردن و خواستار می میشدن موارد متعدد نقض حقوق بشر بهشون یادآوری میکردن و به هر حال یک شرایط بسیار سختی رو برای تیم ایرانی فراهم میگردن که به حال یعنی به که سفر کردن یک جوری با با درخواست‌های واقعی مردم آگاه بشن این مسئله وجود داره این که مسئله که از آخر مهم است این که اتفاقات اخیر که در این افتاده به خصوص مرگ تراژیک خانم مهسا امینی قطعا سایه خواهد روی سفر آقای رئیسی و قطعا در اون کنفرانس خبری که با رسانه های خارج از کشور خواهد داشت در نیویورک در اونجا مطمئن هستم که خبرنگاران به اشاره خواهند کرد به علاوه که برای آقای رئیسی در طی ماه گذشته بسیار مورد انتقاد وسیع قرار گرفته به خاطر سابقه خودشون داشتن در گذشته و سفر رئیسی با آمریکا چه باستابی داشته در رسانه های آمریکایی با توجه به اتهامات حقوق بشری که متوجه اون هم هست کوتاه فرصت داره. در طی ماهای گذشته کم سابقه هستش که انقدر کمپین های مختلف ایجاد بشه برای اینکه از دولت آمریکا بخوان که ویزا ندن به رئیسی و تیم همراهش به خاطر نقض حقوق بشری که در کارامیشون هست ایشون به متهم است که به جنایت علیه بشریت دستش به خاطر اعدام های سال 67 و موارد متعددی که بهها در طی سال گذشته ایشون به نقش داشته و از این جهت اسم آقای رئیسی یک اسم رادیواکتیوی هست اسم مذمومی هستش و سفر ایشون سفر خوبی نخواهد بودن نظر نظر اف... افکار رو به من اون چیزی که وجود داره در دولت آمریکا موظف بوده به خاطر تعهدی که به سازمان ملل داره که اجازه بده به رهبران کشورها که سفر بکنن برای اجازه مجمع عمومی اگر این تعهد وجود نداشت قطعا دولت آمریکا هم اجازه به آقای رئیسی نمیداد ولی به خاطر مسائل حقوقی و اینها به حال این اجازه صادر شده ولی قطعا برای آقای رئیسی سفر بسیار تلخی خواهد به خاطر اینکه قطعا کسی اینجا منتظر آقای رئیسی نیست سپاسگزارم از شما امید معماریان روزنامه نگار از دیترویت همراه ما